بسم الله الرحمن الرحیم <applause> الحمد لله رب العالمين بار الخلاق اجمعین و والسلام و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابل القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و محمد و اجل صلی الله علیه و آله علی الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على اعدائهم اجمعين اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما اهاط به علمك ایام شهادت و سوگواری ام الائمه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هست تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و الله تعالی فرجه و شریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید خدا را قسم میدیم به حق این بانوی با عظمت هممون رو مشمول دعای اون حضرت قرار بده و ان بتونیم به ساحت مقدسشون تو این ایام عرض ادب بکنیم هممون به پیشگاه مقدسشون صلواتی اهدا بکنیم سلام. یکی از ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها که به نظر مهمترین و اصلی ترین بعد شخصیتی وجود مقدس او و همه اولیاء الهی بود اون بندگی و خضوع و تزرعشون بود در مقابل خداوند متعال اون جنبه نیایش و دعا و رابطه با خداوند متعال و معدنویتی بود که در زندگیشون حاکم بود در اوصاف و القاب حضرت زهرا سلام الله علیها می که آبده بود زاهده بود حضرت زهرا سلام الله علیها قانته بود یعنی مطیع پروردگار قانته بود قوامه و سوامه راکعه و ساجده این همه اوصافی است که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها می که دلالت بر کسرت عبادت و ذکر و ارتباط با پروردگار عالم و تزرع و خضوع داره معنویت و بندگی ارتباط با پروردگار عالم یک بخشی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نبود تمام زندگی این بزرگوار رو شامل میشد همه زندگی او رو پوشش میداد من این نکته رو عرض بکنم خدمت شما به هر حال تو بعضی از ادیانی که تحریف شده حوزه معنویت حوزه دین و حوزه امور دنیایی و مادی از هم جداست یعنی اگر کسی میخواد فرض کنید به عنوان مثال با خدا ارتباط برقرار بکنه یه روز خاصی روز شنبه یا روز یک شنبه در معابد عمومیشون وارد میشن و به حال دعا و نیایش و توبه و تو اتاقهای اعتراف عذرخواهی از خداوند متعال این حوزه حوزه معنویت از کلیسا از کنیسه از اون معبد وقتی بیرون میان دیگه وارد زندگی مادی و دنیاویشون میشن وارد کار و کاسبی و معیشت و هنر و ورزش و تفریح و مدیریت های زندگی وارد عرصه زندگی میشن یعنی حوزه مادیت با حوزه معنویت حوزه آخرت و حوزه دنیا از هم دو تا محدوده و حوزه مجزا و منحاز از همدیگه هستش به خصوص تو فرهنگ سکولار که متاسفانه یک فرهنگ غالبی است این توصیه میشه که اصلا دین وارد زندگی نشه شما اگر دین و ارتباط با خدا میخوای برو کلیسا همون روز خاص برو تو اون معبد اونجا ارتباطت با خدا رو برقرار بکن اما وقتی وارد عرصه زندگی شدی اینجا دیگه عرصه دنیاست اینجا دیگه محدودی زندگی مادی است اینجا دیگه اون ضوابط و مقتضای خودش رو داره اما تو دین مقدس اسلام به هیچ وجه چنین نیست حوزه معنویت پوشش داده تمام زندگی رو تمام زندگی با بندگی همراهه این چنین نیست که اینا از هم دیگه جدا باشن اگر قرار باشه که دین و خدا از امور دنیایی و مادی و زندگی دنیایی جدا باشه زندگی دنیایی به تباهی کشیده میشه به سیاهی کشیده میشه سر تا سرش میشه خسارت تو تمام زندگی باید معنویت حاکم باشه خب این توصیه دینی ماست این چنین نیستش که اگر کسی کار و کاسبی و تو منزل کار خونه و تفریح و ورزش و هنر و مدیریت های اجتماعی رو به دست گرفت اینجوری نیستش که اینها خارج از حوزه عبودیت و عبادت باشه پیغمبر اکرم با یه جمعی جایی نشسته بودن هوا گرم بود یه جوان هیکلمندی داشت زحمت میکشید بار این طرف اون طرف میبرد بعضی از اصحاب گفتن که حیف این جوان نیست با مثلا این هیکل که این چنین داره برای دنیا عرق میرزه اینجوری داره برای دنیا کار میکنه پیغمبر اکرم فرمود اگر کاری که این داره میکنه به خاطر این که محتاج دیگران نباشه دستش پیش این هون دراز نباشه به خاطر این هستش که یک خانواده ای رو تأمین بکنه و نان حلال برای خانوادهش ببره این عین آخرته ببینید تمام زندگی دنیا رو مسائل آخرتی و آخرت گرایی پوشش میده اتفاقا تو توصیه های دینی به ما همین رو گفتن که شما فقط عبادت تو مسجد نباشه بله مسجد جای خود داره ولی تمام زندگی تو مسجد بکن پیغمبر فرمود که عبادت هفتاد جزء افضل این هفتاد جز و برترین این هفتاد جز کسب حلاله یعنی شما وقتی تو بازاری همونجا میتونی اگر کسب حلال بکنی اگر با یک به هر حال انگیزه متعالی کاسبی بکنی همون میشه مسجد محل تحصیلت میشه مسجد تو خونه برای زن خاندار وقتی کار میکنه همونجا محل عبادت میشه مسجد محل هنر محل ورزش محل تفریح همه جا رو میشه عبادتگاه کرد و تمام زندگی تو بندگی و عبادت باشه این رو به ما یاد دادن پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود یا ابوذر فلیکن لک فی کل شیء نیت حتی فی و الاکل تو همه چیز نیت داشته باش تو که میخوای بخوری تو که میخوای بخوابی تو که میخوای تفریح بکنی تو که میخوای مسافرت بری این کارهای زندگی تو غریزی انجام نده حیوانات کاراشونو غریزی انجام میدن اما حیف یک انسانی که میخواد رشد کنه و متعالی باشه صرفا رو انگیزه غریزه کارهاشو انجام بده یه نیت درست درمون یه نیت الهی یه نیت متعالی تو کارات قرار بده تمام کارات خوردت خوراکت تفریحت گردشت ورزشت همش میشه عبادت خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر رو حاج فخر تهرانی که از خوبان بود یه موقع بعضی از دوستان ایشون در قوم هوا گرم بود تابستان به ایشون گفتن که حاج بریم اطراف قوم تو این جاهایی که روستاهای اطراف قوم که به یه مقدار خنک‌تر و محلهای کوهستانیشه بریم اونجا هواخوری ایشون یه فکری کرد گفت اونجا امامزاده هم داره گفتن بله اتفاقا اونجا یه امامزاده هست گفت بریم من به نیت زیارت میام ببینید او که داره میره هواش رو هم میخوره تفریحش هم میکنه اما تمام انگیزه رفت و برگشتش و تمام این وقتش با یه نیت الهیه حالا نمیخوام بگم حالا هر جایی که آدم باشه حتما با نیت زیارت به این نیت باشه نه یه نیت و یک انگیزه انسانی الهی متعالی که فراتر از یه زندگی حیوانی آدم زندگی بکنه امام صادق علیه السلام فرمود شب که میخواید بخوابید نیت بکنید که سحر ولو یه چند دقیقه قبل از ازان صبح بیدار شید حالا حتی اگر کسی نتونه نماز شبم بخونه خود درک سحر خودش یه فضیلت علاهده دست فرمود نیت بکنید که بلنشید اگر کسی این نیت رو به طور جد بکنه که من میخوام یه چند دقیقه قبل از اذان صبح سحر رو درک بکنم حضرت فرمود تو کتاب نفسه او الصباح تسبیحا نفسهاش تا صبح ذکر نوشته میشه یعنی تمام اون 5 ساعتی که خوابیده همش میشه عبادت من هم شیخ بهایی تو یکی از کتاباش یه نکته ای داره خیلی نکته قابل توجهی است ایشون میفرماید که اگر فرض بکنیم کسی تو شبانه روز 6 ساعت بخوابه حالا بعضیا بیشتر ممکنه بخوان ولی فرض کنیم کسی تو شبانه روز شیش ساعت یعنی یک چهارم شبانه روز رو میخوابه یه همچین کسی اگر تو کل عمرش هشتاد سال عمر بکنه یک چهارمش رو تو خواب بوده یعنی 20 سالش رو تو خواب بوده براش گناه نمیویسن خب خواب بوده دیگه اما ثواب هم نمیویسن 20 سال تو نامه عمل خونسا 20 سالت رفت مگه ما چقدر عمر میکنیم که اینجوری عمرمون به هر حال بی نتیجه باشه حالا اگر این فرمایش امام صادق علیه السلام رو ما عملی بکنیم که آدم وقتی که میخواد بخوابه اون نیت رو بکنه که سحر بلند شد و تمام خوابش بشه عبادت اون 20 سالی که قرار بود تو نامه عمل خونسابن بنویسن همش میشه عبادت آدم میتونه لحظه لحظه زندگیش رو با بندگی و عبودیت رو با حال ارتباط با خدا برقرار بکنه این معنای عام عبادته که آدم با یه انگیزه الهی تو کل زندگیش زندگی بکنه اما حضرت زهرا سلام الله علیها به معنای خاص هم چون عبادت یه معنای خاصی هم داره معنای خاص عبادت یعنی همون اذکار همون مناسک همون اعمالی که مثل نماز و روزه و ذکر و دعا و توسل و اینجور چیزا حضرت زهرا سلام الله علیها به این معنا هم اون چیزی که در زندگیش نوشته شده عبد الناس بود آبدترین مردم که در باز زندگی اون حضرت در تاریخ هست که به قدری ایشون در مهراب عبادتش در منزل می ایستاد حتی تورم قدم که قدمها و پاهای این بزرگوار متورم شده بود از کسرت رکوع و سجود و قیام و قعود یه خانم 18 ساله این چنین آبده در خانه یک مسلایی یک مهرابی قرار داده بود که توصیه شده اگر کسی تو خونه نماز بخونه یه جا رو به عنوان محراب و مسجد خودش و مسلای خودش قرار بده همونی که تو رساله ها داره که شخص محتضر اگر هنگام مرگ یه مقداری به هر حال سنگین شد حالش و مرگ سخت شد براش ببریدش تو همون محل نمازش اونجا دسترش رو پهن بکنید مسلای او که محل نورانی هستش از از زهرا سلام الله علیها محلی رو تو منزل به عنوان مسلای خودش قرار داده بود پیغمبر اکرم فرمود متاقامت فی محرابه ها وقتی زهرای اطهر تو محراب عبادتش می ایستاد زهر نورها لملائکت سما کما یزهر نور الکواکب لمل... لأهل الارض نور حضرت زهرا آسمان، آسمانیان رو منور میکرد ملائکه آسمان رو نورباران میکرد همانطور که در شب ستاره ها بر زمینی ها میدرخشن حضرت زهرا سلام الله علیه ها، نورش آسمانیان رو منور میکرد اصلا تو روایت از امام صادق علیه السلام هست که به زهرا که زهرا میگن چون معنای زهرا یعنی نورانی به همین دلیلی که ملکوتیان از نور او استزایه میکردن و منور بودند. بعد پیغمبر فرمود یقول الله عز وجل پروردگار عالم به ملائکه میفرماید که یا ملائکتی انظروا الى امتی فاطمه سیدت امایی نگاه بکنید به بنده من فاطمه که برتر زنان امت هستش برتر همه زنان هستش نگاه کنید قائمتا بین یدی که در مقابل من ایستاده ترتعد و فرائس من خیفتی تمام ارکان وجودش به لرزه در اومده از خشیت من از زهرا سلام الله ها آبده بودن حال معنویت ذکر برای این بزرگوار غالب بود من یکی دو تا نکته شاید به هر حال برای زندگی خودمون انشالله مفید باشه عرض میکنم یه نکته این هستش که این حال معنویت حال عبادت حال دعا حال زیارت حال تو نماز حضور قلب در نماز توجه به نماز حال توبه و انابه این حالات معنوی این حالات معنوی مزده که پروردگار عالم به آدم میده مفت نیست مزده یه کاری باید کرده باشی که بهت بدن اینا کیمیاست همینجوری به کسی نمیدن به قول حافظ گفت سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب همه را از نظر لطف شما میبینم اینو باید به آدم بدن بعضیا این حال رو ندارن اصلا حالا یه موقع از آدم یه بار دو بار ده بار بیست بار حال نداره این طبیعیه اما اون کسی که همیشه بی حال همیشه بی سوز همیشه بی عشق همیشه بی توجه به نماز هیچ موقع حال زیارت نداره این مریضیه این مریضی هستش این حالات معنوی و خوش رو باید به با آدم عنایت بکنن یه جمله تو بین عوام مردم تو بین عامه مردم هستش هر موقع میخوام برن زیارت مثلا زیارت امام رضا علیه السلام کربلا میخوام برن زیارت اهل بیت میخوام برن معمولا میگن که آقا ما رو تلبیده یه جمله ای است که تو بین عامه مردم هستش این جمله درسته باید به از اون طرف باید به خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو ایشون میفهم بود من یه مرتبه حرم امام رضا علیه السلام رو زیارت رفته بودم خب به هر ایشون چشم دیدن این چیزها رو داشتن و خدا بهش انایاتی داشت میگفت دیدم که امام رضا علیه السلام آغوش گشوده به سمت زائراش حضرت آغوش گشوده با اشتیاق به سمت زائرینش بله همین جوره اول باید اون بزرگواران آغوش باز بکنن تا کششی تا علاقه ای، تا شوری تا شوقی تو دل ما بیفته تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد اول باید از اون طرف به آدم رو ابو عبدالله علیه السلام در دعای عرفه وجود مقدس سید و این تعبیر رو داره به خداوند متعال ارز میکنه که خدایا اطلبنی به رحمتی که حتی اصل علیک و به من که حتی اقبل علیک خدای منو طلب کن خدای از اون جاذبه هات برای من بفرست منو بکش منو طلب بکن تا به سمت تو رو بیارم به تو برسم تا به تو برسم گر خدا خواهد که من یاری کند میل من را جانب زاری کند خدا وقتی میخواد دست کسی رو بگیره اون وقت عشق بهش میدن حال بهش میدن گر خدا خواهد که من یاری کند میل من را جانب زاری کند ای خدا زاری تو مرهم ز تو هم دعا از تو اجابت هم تو هم حال دعا میدی هم خودت اجابت میکنی هم دعا از توست هم آن نیکویی ما که این اول توی آخر توی در دفتر سوم مصنوی مولوی داستانی رو ذکر میکنه از تمثیلات زیبای او آشنا هستید باهاش معروفه میگه یک کسی خیلی دعا میکرد با عشق با سوز با تذرر خیلی به درگاه پروردگار عالم میرفت و دعا میکرد این بعد از مدتی اون حاجتش رو نگرفت اون حاجتی که داشت رو نگرفت باشه باشه شیطان بهش وسوسه کرد که چرا انقدر دعا میکنی به تو که توجه ندارن به تو نگاه نمیکنن اگه نگاه میکردن حاجت تو میدادن همین وسوسه که گاهی موقع سراغ ما هم میاد که اگه احیانا یه حاجتی میخوایم بهمون به نمیدن یا دیر میدن قرم میکنیم و سرد میشیم انقدر شیطان وسوسش کرد این بنده خدام سرد شد دیگه دعا نکرد شب خواب دید حضرت خضر رو حضرت خضر بهش گفت چرا دعا نمیکنی او گفت برای چی دعا بکنم من این همه دعا کردم چه نتیجه ای جوابی به من نیومد حضرت خضر گفت اشتباه میکنی جواب خدا اول اومد اون گریه که تو داری اون سوزی که تو داری اون همون جواب خداست معلومه که خدا طلبیداته اگه خدا باهات کاری نداشت بهت به عنایتی نداشت اصلا عشق بهت نمیدادن سوز بهت نمیدادن گفت آن الله تو لبهی ماست همون الله اللهی که میگی و خدا خدایی که میگی همین جواب خداست که زودتر اومده گفت آن الله تو لبهی که ماست ما نیاز و سوز و دردت پی که ماست هیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو این که چه کنم کنم میگی این چارجویی داری میکنی این ما تو دلت میندازیم این رو جذب ما بود و گشودیم پای تو ترس و عشق تو کمند لطف ماست زیر هر یارب به تو لبیک هاست جان جاهل زین دعا جز دور نیست زان که یارب گفتنش دستور نیست اون کسی که حال نداره اون کسی که دعا نداره اون کسی که ارتباط با خدا نداره جان جاهل زین دعا جز دور نیست زان که یارب گفتنش دستور نیست بر دهان و بر دلش قفل است و بند تا ننالد با خدا وقت گزند بنابراین این حالات معنوی خیلی ارزشمند اونی که این حالو داره طلبیدنش از دست نده این حالات رو گاهی موقع آدم یه کاری میکنه محروم میشه گاهی موقع آدم یه دلی میشکنه یه حقی از کسی ضایع میکنه یا آبرویی از کسی میبره از یک حال معنوی از یک توفیق معنوی از یک ارتباط با خدا از یک خلوت با پروردگار عالم از عشق و سوز محروم میشه یه کسی خدمت امیر علیه السلام رسید عرض کرد که آقا من نماز شب بخوام بخونم نمیتونم اصلا حضرت فرمود انت رجل قد قیدت که زنوبک گناهان تو رو زمین گیر کرده یه کاری میکنی که اون توفیق رو بهت نمیدن اون توفیقات مزده مفت نیست همینجوری نمیدن به آدم باید یه کاری بکنی بهت بدن یکی از بزرگان اصحاب امام کاظم علیه السلام علی ابن یختین بود علی ابن یختین کسی بود که امام کاظم فرمود اگر میخواد کسی یکی از اهل بهشت رو ببینه علی ابن یختین رو ببینه آدم با عظمتی بود وزیر هارون الرشید بود البته با اجازه امام کاظم علیه السلام چند بار میخواست استفا بده بیاد بیرون امام کاظم علیه السلام فرمود تو باش تو تو دربار بنی عباس باش و به شیعیان ما و به مؤمنین و مظلومین رسیدگی کن تقیه میکرد تقیه میکرد و تو دربار بود امام کاظم یه مرتبه به او فرمود که علی من در عرفات بودم در تمام مدتی که در عرفات بودم تو تو نظرم بودی و برات دعا میکردم این خیلی مقامه این خیلی عظمته اما باورتون میشه همین علی ابن یختین با این عظمت یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام افتاد یه کاری کرد محروم شد یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال از کوفه یه کاری داشت اومد بغداد پایتخت بنی عباس اومد بغداد اومد پیش همین علی ابن یختین وزیر حالا او سر شلوغ بود خسه بود عصبانی بود ارباب رجوع زیاد داشت هر چی که بود به این ابراهیم جمالی که به این مؤمنی که اومده بود کارش رو به این بگه کارش رو ران انداخت بی اعتنایی کرد اون بنده خدا هم دید که اصلا به کارش رسیدگی نشد برگشت شهرشون کوفه یه چند مدتی گذشت علی ابن یختین برای اعمال حج و مناسک حج مشرف شد مکه بعد از اینکه اعمال حج رو انجام داد اومد مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام برسه وقتی اومد دم در خادم اومد دم در گفت بله بفرمایید گفت به آقا بگید که من کار باهاشون دارم میخوام خدمتشون برسم خادم چند لحظه رفت تو اومد بیرون گفت آقا فرمودن که علی ابن یختین رو رانده شما رو را نده. علی ابن یختین یه مرتبه یکه خورد گفت شما به حضرت گفتید که من هستم علی ابن یختین خادم گفت بله به آقا گفتم که علی ابن یختین وزیر اومده امام کاظم فرمودن علی ابن یختین رو رانده علی ابن دیگه پاش کشش نداشت اصلا از در خونه امام کازم جایی بره تمام اعمالش هدر بود آخرتش خب امام ال... امامش, دیگه قبولش نداشت دیگه شهرت و منصب و مقام و اینا هم رو همه رو گذاشت زیر پا شروع کرد تو کوچه قدم زدن حالا ببیننش وزیر اینجا داره رفت آمد میکنه براش دیگه مهم نبود بلکه امام کازم بیاد بیرون و به یه بحانه آقا رو ببینه یه چند مدتی حالا چند ساعت گذشت امام کاظم علیه السلام اومد بیرون تو کوچه علی خدمت آقا رسید سلام علیکی کرد گو آقا من خطایی کردم من رو راه ندادید حضرت فرمود تو به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی ما به تو بی اعتنایی کردی اگر میخوای خدا اعمالت رو قبول بکنه حجت رو قبول بکنه باید حلالیت بطلبی علی ابن اختین اینجا دیگه جزئیاتی داره لزوم به گفتن نیست اومد به حال کوفه اومد خدمت همون ابراهیم جمال همون ای که به او بیعتنائی کرده بود و کارش رو انداخته بود اومد در خونه او صورتش گداش رو, رو زمین به ابراهیم جمال گفته پاتو پا بذار صورت من گفت برای چی؟ گفت پاتو تو بذار صورت من این صورت باید ذلت ببینه که کار یکی از مؤمنین رو ران انداخت اعتنایی کرد به یکی از مؤمنین باید ذلت ببینه او پاش رو گداش رو صورت علی ابن اختین. علی اون هنگامی که صورتش زیر پای او بود گفت خدایا من اون کاری که از دستم برمی اومد کردم دل امامم رو نسبت به من مهربان و راضی قرار بده بلند شد او رو بوسید و برگشت مدینه خدمت امام کاظم حضرت حسابی تحویلش گرفت خیلی درس بزرگی است که حتی اگر علی ابن یقتین باشی با اون عظمت اگر خطا و ظلمی یا تزیه حقی یا بی اعتنایی بکنی به یک مؤمنی محروم میشه از یک رابطه الهی محروم میشه از خدمت امام رسید به خدمت امام رسیدن گاهی موقع ماها ما رو هم محروم میکنن نه گاهی موقع ها ما هم یه کاری میکنیم که حال زیارت نداریم رامون نمیدن حال نماز شب نداریم بلند نمیتونیم بشیم خدا رحمت کنه آیت الله آیا شیخ مرتضای حائری رو رزوان خدا برش این فقیه با عظمت شون مدتی هم استاد مقام عظم رهبری بودن بسیار دقیق و نظر بسیار آدم محتاط و با تقوا آیت الله شیخ مرتضای هایری فرزند مرحوم حاج شیخ خاش عبدالکریم هایری یزدی مؤسس حوزه علمی قم ایشون تو بین چهارده معصوم عاشق امام رضا علیه السلام بود اصلا نسبت به امام رضا یه جور دیگه بود اگر یه سه چهار روز تعطیلی حوزه علمی پیش می اومد می دوید می رفت مشهد اونم با وسایل قدیمی که یه اتوبوس قم تهران دو سه ساعت طول می کشید گاهی موقع بلیت اتوبوس گیرش نمیاد رو پی طلبی ته اتوبوس می نشست به عشق دیدن محبوبش داره میره آخ هم نمی گفت می رفت مشهد گاهی موقع از یه نفر می پرسید که اهل کجایی می گفت مشهد گریش می گرفت. اصلا از اسم مشهد گریش میگرفت می گفت با چهارده مسوم رو خلاصه که خلاصه کردیم در امام رضا دیده بودن بعضی از خدام و بعضی از مؤمنین که ایشون وقتی وارد سحن متحر امام رضا میشد با گوشه عباش شروع میکرد جارو کشیدن بلکه جاروکش حرم امام رضا محسوب بشه این بزرگوار میگه من یه مرتبه داشتم میرفتم زیارت امام رضا علیه السلام میرفتم به سمت حرم خیلی مراقب بودم که تو حال خودم باشم مشغول ذکر بودم به این ور نگاه نکنم با این و اون حرف نزنم تو حال خودم باشم میگه رفتم نزدیک در حرم که رسیدم یکی از آشنایان ما من رو وقتی از دور دید خیلی زغ زده شد و همچین با هیجان دوید اومد به سمت من که منو بغل بکنه من چون خیلی نمیخواستم با این و اون حرف بزنم خیلی سرد باش برخورد کردم خیلی سرد با این بنده خدا یه مرتبه یکی خورد که من اینجوری سرد باش برخورد کردم دیگه خودشو یه جوری جمع کرد و خدا کرد رفت من اومدم وارد سهن شدم و رفتم که از یکی از درها وارد حرم متحر بشم یکی از خوبان مشهد از اولیاء خدا رو که بهش اطمینان داشتم دیدم که اومد به سمت من بدون آداب و تشریفات بدون احترام گفت شیخ مرتزا امام رضا فرمود نه یا تو امام رضا علیه السلام فرمود نه یا به زیارت من شون میگه من یه مرده به دلم ریخت اطمینان داشتم به این آقا که حرف بی حساب نمیزنه دیگه پام کشش نداشت که وارد حرم بشم از دور یه سلامی دادم به امام رضا علیه السلام و برگشتم فهمیدم از کجا دارم میخورم فهمیدم همون بی که به یکی از دوستان امام رضا بیرون حرم کردم همون باعث شد که اینجا محروم بشن میگه اومدم با اینکه آدرس او رو نداشتم با یه مکافاتی آدرس اون بنده خدا رو پیدا کردم پرسان پرسان خونش رو پیدا کردم رفتم در خونش رفتم بغلش کردم بوسیدمش گفتم حلال کن من تو حال خودم بودم دیگه خیلی به حال نتونستم با تو سلام علیکی داشته باشم و احوال پرسی منو ببخش گفت نه حاج آقا میدونم گاهی بخوادم تو حال خودشه دیگه دوست نداره با این اون حرف بزن گفتم حلالم کن گفت نه حاج چیزی نیست من حلال کردم میگه از او حلالیت گرفتم دو مرتبه اومدم به سمت حرم ولی دیگه من خجالت میکشم برم تو امام رضا علیه السلام فرموده بود نه یا شروع کردم دور حرم آقا راه رفتن و گریه کردن گفت به تواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی میگه شروع کردم همینجوری قدم زدن یه مرتبه از دور همون بنده خدا از اولیاء خدا و از خوبان مشهد رو که قبلش به من گفته بود دیدم داره میاد با خوشحالی اومد طرف من و با احترام به من گفت آقا امام رضا فرمود بیا تو امام رضا فرمود حالا بیا این هست گاهی موقع آدم رو به خاطر یک خطا البته خطای هر کسی به تناسب خودش هستش محروم میکنن به هر حال حال معنویت حال گدایی حال دعا اینا مزده که آدم باید توفیقی داشته باشه سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب همه را از نظر لطف شما میبینم من یه نکته دیگرم خیلی کوتاه عرض میکنم و اون این که ملاک فیض عام خدا ملاک رحمانیت خدا فقر ماست اما ملاک فیض خاص خدا اون عنایت ویژه خدا اون رحیمیت خدا اظهار فقر ماست اظهار گدایی انکسار خضوع عنایت بفرمایید ببینید خداوند متعال غنی مطلق کمالات رو در حد بینهایت داره پروردگار عالم بی نهایت علم بی نهایت قدرت بی نهایت رحمت بی نهایت رزق همون هزار اسم و صفتی که در دعای جوشنی کبیر میخونید کمالات رو خداوند متعال در حد بی نهایت داره اون از اون طرف از طرفی مخلوقات عالم و از جمله ما انسان ها فقر مطلقی به تعداد کمالات خدا که چیز داره ما چیز نداریم ما کمال نداریم فقر داریم پر از خالی هستیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله ما فقیریم همه عالم همه مخلوقات عالم این چنینه خب خداوند متعال که مخلوقاتش رو فقیر خلق کرده خب خود پروردگار عالم حکیمانه این رو میدونه وقتی نیازی در مخلوقش گذاشته خودش هم رزاقه خودش هم اون نیاز رو برطرف میکنه معنا نداره که خدا یه موجود نیازمند خلق بکنه اما اون نیاز و رزقش رو تأمین نکنه از این جهت خدا فیض عامش اون رحمانیتش شامل همه مخلوقات چون فقیر خلق شدن شامل همه میشه این همون است که تو دعای ماه رجب میخونید یا من یعتی من ساله یا من یعتی من لم یسأله و من لم یعرفه من ها و رحمه خدا به کسی که اصلا از او درخواستی نداره و اصلا معرفتی به خدا نداره به او هم میده چه انسان چه غیر انسان چه انسان مؤمن چه کافر چون همه فقر دارن و فقیر و نیازمند خلق شدن خدا تأمین میکنه سعدی یه جمله داره ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری تو بوستان هم خیلی زیبا میگه یه کسی بچه پیدا کرده بود بچه دار شده بود که این بچهش یکی دو سال گذشته بود دندون در آورده بود یکی طفل دندان در آورده بود پدر سر به جیب تفکر فرو برده بود پدر سر به فکرت فرو برده بود شروع کرد فکر کرده حالا این دندون پیدا کرده چجوری براش نون آب به هر حال از این به بعد غذا خور شده چجوری براش فراهم کنم پدر سر به فکرت فرو برده بود که من برگنان از کجا آرمش مروت نباشد که بگذارمش نمیتونم هم رهاش بکنم چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت به خانوادهش به خانومش اینو گفت که نیازشو من چجوری تامین کنم چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت نگه کن زن او چه مردانه گفت مخور حول ابلیس تا جان دهد هر آن کس که دندان دهد نان دهد همون خدایی که دندون داده نونش هم میده رزاق کسی دیگری است مولای یا مولای انت غنی و ان الفقیر و هل یرهم الفقیر الا الغنی پس ملاک فیض عام خدا و رحمانیت خدا فقر موجوداته اما خدا یه فیض خاص و ویژه یه عنایت و رحمت خصوصی رحیمیتش شامل کسی است که اظهار فقر بکنه گدایی بکنه در خونه خدا تزرع بکنه بشکنه در خونه خدا هر چی آدم در خونه خدا افتاده تر باشه و ظرف فقر خودش رو ارائه بده این لیاقت بیشتری داره برای گرفتن اون رحیمیت خدا شامل حالش میشه این نکته بسیار مهم است که باید انایت بکنیم که اون فیض ویژه خدا با گدایی گیرمون میاد در قرآن همون آیه‌ای که خدا دعوت به کرده به اینکه بیایید گدایی کنید بیایید دعا کنید بیایید در خون من ادعونی از تجب لکم دنبالش رو ببینید پروردگار عالم میفرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی اونایی که تکبر میکنن نسبت به عبادت من یعنی نسبت به دعا اونایی که تکبر میکنن سیدخلون جهنم داخلین اینا زلیلانه وارد جهنم یعنی عذاب خاص من میشن مفهومش اینه معناش اینه که اون کسانی که گدایی میکنن تذرر میکنن استکبار ندارن در خونه خدا خضوع و انکسار دارن و میشکنن اونا رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه همین هست رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه برای همینم هم هست که گفته شده موقعی که دعا میکنید دعاتون رو به زبان بیارید با اینکه خدا میدونه بله خدا میدونه ولی تو بگو که تو بشکنی به زبان بیار که تو عجز خودت رو بفهمی که عاجزی کسی نیستی برای همین تو آداب دعا گفته دستاتون رو ببرید بالا اظهار تذرع بکنید اظهار بیچارگی بکنید برای همین گفته شده تو آداب دعا که گریه کنید حتی اگر گریه ندارید ان لم یکن لک بکا فتب تباکه تباکی بکنید بوقی دعا اینا همش نشانه این است که آدم عجز و گدایی شده در خونه خدا ببره که اگه این چنین شد ظرفش بزرگ میشه بهش میدن من اینو با من آخر جلسه عرض میکنم نقل میکنن یه نابینایی در به حرم امام رضا علیه السلام گدایی میکرد دستش دراز بود پیش این و اون گدایی میکرد میگن حاکم حالا اینجور که مشهوره میگن نادرشاه برای زیارت اومده بود برای زیارت اومده بود این نابینا دید که سر و صدا شد و انگار یه تعدادی اومدن سوال کرد که چی شده گفتن شاه اومده برای زیارت نادر شاه اومد نزدیک شد به این شخصی که گدایی میکرد و نابینا بود گفتش که چه مدت اینجا دم حرم امام رضا نشستی داری گدایی میکنی گفت قربان 6 سال نادر گفت تو 6 سال اینجا نشستی داری گدایی میکنی بینایی تو از امام نگرفتی من نیم ساعت برم زیارت میام اگه بینایی تو نگرفته باشی میدم گردن تو بزنن کل بر جامعه شدی دو نفر مامورم سپورت که اینجا بیستید که مراقب این باشید خود نادرم رفت تو این منده خدا بلند شد رو به امام رضا علیه السلام گفت آقا قضیه مرگ و زندگیه شروع کرد مزترانه التماس کردن که خدای به دادم برس خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی شون در المیزان میگه اینکه خدا در قرآن میگه دعای مزتر مستجابه اما یجیب المستر ازا دعاه و یک و سو چون دعای مستر تازه دعاست از سر سیری نیست با شک به خدا نیست تازه دعاست تازه گداییه این شروع کرد التماس کردن که امام رضا به دادم برس گذشت یه نیم ساعت نادر اومد این رو گرفته بود یه جمله ای بهش گفت گفت حالا گدای امام رضا نبودی ولی 6 سال لازم نبود اینجا بشینی تا حالا گدا نبودی ایشالله که بتونیم ظرف گداییمون در خون خدا ببریم وجود و مقدس زهرای اطهر این بزرگوار تو دعا و ذکر سرامت و در قله بود اصلا یه تعبیری گاهی موقع ما خودمونی داریم که میگیم خوراکش فلان چیز بود اصلا خوراک حضرت زهرا ذکر و دعا بود و نیایش با خدا تو روایت هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم مرحوم شیخ صدوق در معان الاخبار نقل کرده که پیغمبر در جمع اصحاب فرمود فاطمه حورا و انسیه فاطمه یک حوریه بشری است یک انسان فرشته صفته گفتن آقا چطور پیغمبر فرمود خلق الله من نوره قبل ان یخلق آدم از کانت الارواح قبل از اینکه خدا آدم رو و عالم دنیا و اجسام و ماده رو خلق بکنه تو عالم ارواح تو عالم ارواح روح مقدس فاطمه زهرا و نور متحر او رو خلق کرد که او قبل از خلقت آدم تو اون وجود نوری و تو عالم ارواح بوده اصحاب سوال کردن که عین کانت فاطمه تو عالم ارواح کجا کجا بوده پیغمبر یه جمله فرمود که از فهم امثال بنده بیرونه پیغمبر فرمود کانت فی حقتن تحت ساق العرش نور متحر زهرا در یک گنجینه و صدفی بوده این مرواری در عرش الهی اصحاب سوال کردن فما کان تعام ها قضای فاطمه زهرا تو عالم ارواح چی بوده؟ انایت بفرمایید تو عالم اجسام نه تو عالم جسم که ما ها الان هستیم قضامون همین نون و برنج و اینجور چیزاست که باعث رشدمون میشه و باعث آرامشمون میشه گرسنگیمون رو تسکین میده از پیغمبر سوال کردن که غذای فاطمه اونجا چی بود پیغمبر فرمود تعامها از تسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید غذای فاطمه ذکر بود اونجا تقدیس و یعنی صبح قدوس سبحان الله گفتن لا اله الا الله و الحمدلله گفتن بود با این رشد میکرد غذای او چیزی که باعث رشدش و باعث آرامشش میشد این بود برای همین هم از که حضرت رسول پیغمبر اکرم تسبیحات از زهرا رو بهش دادن تسبیحات از زهرا که پیغمبر به از زهرا اهدا کرد تو عالم دنیا سی و چار مرتبه الله اکبر سی و سه مرتبه الحمدلله سی و سه مرتبه سبحان الله که امام باقر فرمود اگه چیزی ارزشمندتر از این بود پیغمبر به دخترش هدیه میکرد این تسبیحات رو پیغمبر به کسی داد که آرامشش با ذکر بود هر روحی قابلیت گرفتن اون تسبیحات حضرت زهرا رو که پیغمبر داد به او نداشت روحی باید این رو بگیره که خودش در عالم بالا تعامش تسبیح بود ولذا بزرگان و رفای ما خیلی توصیه کردند که تسبیحات از زهرا رو بعد از نمازها که ردخور نداره که امام صادق فرمود از هزار رکعت برای من بهتره از هزار رکعت خود امام صادقا نه هزار رکعت ماها امام صادق فرمود این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز احب با الی من صلات الف رکعتن از هزار رکعت نماز برای من بهتر هزار رکعت خود امام صادق فوق گنجه گنج خدا رحمت کنه امیرزاده رحیم ارباب رو که عاشق از زهرا بود سوره کسر تو نمازاش خیلی میخون ایشون اگه کسی مشکل داشت گفت تسبیحات از زهرا رو بگید نه فقط بعد از نماز موقع خواب قبل از خواب اصلا تو روز این تسبیحات از مصادیق ذکری کثیر و فوق العاده است وجود مقدسش دیگه مثل این ساعات و این روزها لحظات آخر و عمرش و ساعات آخر و عمرش داره سپری میکنه الله اکبر من به عنوان ذکر مصیبت این رو عرض میکنم امیر المومنین تو روایات ما با عنوان اسبر و سابرین شمرده شده اسبر و سابرین کس تو جنگ احد به شدت زخمی شد از امیر علیه السلام مجروح شد پیغمبر وقتی به ایادتش اومد مرحوم علامه مجلسی تو جلد سی بهارین رو نقل کرده پیغمبر وقتی به ایادت امیر علیه السلام اومد و اون زخم ها و جراحت های امیر رو دید پیغمبر گریه افتاد فلما آهو بکا علیه گریه کرد امیر علیه السلام گفتش که آقا چیزی نیست خدا رو شکر که تونستم دفاع بکنم از شما اما از شهادت محروم موندم از شهادت محروم شدم پیغمبر فرمود که انها من ورائک شهادتتم در پیشه من میخوام این جمله رو ارز بکنم این علی صابر ساکت شاکر تو سنگین ترین مجروحیت هاش وقتی زهراش به شهادت رسید این علی به خداوند متعال عرض کرد که لی تبل ابی طالبن، ما تقبل یومه ای کاش علی مرده بود و این روز رو ندیده بود صبر امیر در کنار زهراش و با شهادت زهراش انگار تمام شد این علی با عظمت می اومد می گفت نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع از زفراتی ای کاش جان من خارج بشه این علی با عظمت اینجوری بود پیغمبر موقع رهلتش همه تون شنیدید امیر یه طرف بسترش بود زهراش یه طرف بود دست حضرت زهرا رو داد دو دست امیر المومنین علی جان حاضهی ودیعت الله و ودیعت رسوله امانت هم رو بگیر ازش نگهداری کن یه جایی امیر امانت پیغمبر رو پس داد اون موقعی که دفن کرد و او رو تو قبر گذاشت از زهرا رو سه تا جمله امیر المومنین گفت خیلی عجیبه این جملات امیر جملات زیادی گفت سه تا جملهش رو من میخوام به عنوان ذکر مصیبت بنده باشه اول گفت لقد استرجعت الودیعه یا رسول الله اون امانتی که به هم دادی برگردانده شد نفر بود من برگرداندم من علی که اینجوری امانت بر برگردانده شد یعنی از من گرفتن من بر نگردوندم امانت رو اینجوری شکسته من بر نمیگردونم از من گرفته شد لقد استرجعت البدیعه و اخذت الرهینه اون رهن و گروی با ارزشی که یا رسول الله پیش من گذاشتی اونو از من گرفتن اما جمله سوم امیر او واقعا عجیبه جمله سومش این بود فرمود و اخلصت زهرا یا وقتلست زهرا هر دو نقل شده زهرا رو ربودند از من ربوده شد یعنی چی؟ زهرا از من ربوده شد یعنی چی؟ شما یه انگشتتون وقتی استخونش بشکنه یه انگشتتون چه دردی میکشید استخوان سینه مادر اهل بیت شکسته بود روزها با اون نفس میکشید با این درد سینه شبها با همین درد سینه شاید نمیخوابید ولی اگر هم به فرض میتونست سری رو رو دیوار میگذاشت بتونه چند لحظه بخوابه جوری شد که یواش انگار بدنش آب رفت یه پوست و استخانی از زهرای سعد هر دیگه باقی نموند که در روایت داره سارت کل خیال یه شبهی از زهرامون یعنی بدنش روبوده شد بدن زهرای اطهر انگار روبوده شد عرض آخرم تو تمام فرزندان حضرت زهرا یکی بود که شبیه مادرش شد و اونم وجود مقدس عبا عبدالله الحسین بود که او هم انگار بدنش زیر سوم اسبان رو بوده شد لباس کهنه به پوشید زیر پیروهنش که خسم بدمنش برون نیاورد زتنش لباس کهنه چه که زیر سوم سطور تنی نمان که جامعه به تن کنند یا کفنش لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا